یک گروه خونینی دیگر در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند. روزهای نخست تابستان امسال بود که این حمله انتحاری و این بازار چنین چهره بخشید. اما در مقایسه با سالهای پیش، هلمند حالا کمتر چنین رویدادها را گواست. هرچند هنوزم نبردهای سنگینه رخ میدهند. نبردهایی که از روز به شب و از شب به صبح کشانیده می شوند. با کشته و زخمی هایی که شماره دقیقشان معلوم نیست. اما اکنون این نبردها را بیشتر نیروهای افغان رهبری می کنند. با همه چالش هایی که در پیش رو دارند. الماس جهاد الماس. ما از شما دو چیز می خواهیم. اگر کدام تلفات و ضایعات ما می داشته باشیم، به خاطر انتقال زخمی ها و تلفات ما شما باید بر ما هلیکوپتره کوهم در خود کمپ خودشان. و یکی اگر کدام ماینر ما پیدا می کنیم، چون تیم انجینری قوی ما نداریم، دومو ارسکت ما کمک شد. پشتیبانی نظامیان خارجی به ویژه در بخش هوایی هنوز لازم پنداشته می شود. مثل اینجا که آنان در تعقیب یک فرد شورشی هستند. مردی که آماج قرار دادن و مهم به نظر می رسد. هرچند وی تا اکنون از باران گلوله جان به سلامت برده است. اما راهها برای مرد مهاجم بسته شدند. در نهایت او در پشت این دیوار آماج قرار می گیرد. اما با موشک. مثل این تصویر نیمه از خورشید، نظامیان افغان و خارجی تنها می توانند بخش های از اینجا را در پوشش داشته باشند. هرچند آنان اکنون به منطقه دست یافتند که پیشتر از آنجا زیر رگبار گلوله قرار گرفته بودند. چیزایی هم از جنگجویان مخالف به دست آمده است. به شمول یک مار از ملا اختر محمد عثمانی، یکی از کلیدی ترین فرماندهان طالبان که 5 سال پیش در یک حمله هوایی در هلمند کشته شد. بیشتر تلفاتی که بر نیروهای افغان و خارجی وارد می شود برخواسته از انفجار این بمب‌های کنار جاده است. از همین رو این نظامیان در تلاش یافتن راه‌های مؤثر برای مقابله با این بمب‌ها برآمدند. چنان که آنان در اینجا کسانی را شناسایی کردند که به نظر می‌رسد تلاش دارند تا در یکی از جاده‌های هلمند بمب گذاری کنند. در نخست نشانه‌گیری این مردان و سپس شلیک. سربازان افغان و خارجی تنها درگیر این جنجال ها نیستند. مثل که آنان باید در تخریب این کشتزارها هم سهم داشته باشند. در ولایتی که بیشتر از هر بخش افغانستان تولید مواد مخدر را گواست و این کشور را در صدر تولید کنندگان مواد مخدر جهان قرار داده است. در کنار این همه، این نظامیان باید بیشتر از پیش پشتیبانی مردم را به دست آورند. در شرایطی که خارجی ها می روند تا مسئولیت های امنیتی را به داخلی ها واگذار کنند. و اکنون فرا رسیدن شبی دیگر، اما نه مثل دیشب. نظامیان در هلمند حالا چنین شبها را هم دارند. خارجی ها هم با این امید با داخلی ها پایکوبی می کنند که به زودی بتوانند به خانه هایشان برگردند.